زهرا یکی از زنان تجارت پیشه در ولایت بامیان است که با سرمایه گذاری ست هزار افغانی کار خامک دوزی را در این ولایت را اندازی کرده است و باور او مردان و زنان زیادی به دلیل بیکاری معتاد به مواد مخدر شدند اگر مرد و خانم همش صاحب کار باشند مواد مخدر به کلی از افغانستان نشکن میشه به خاطر که فقر است که مواد مخدر مردم استفاده میکنه به او خاطر کار کردن خانما به کنار خانواده با کنار مردا واقعا رشد اقتصاد کشور تقویه میکنه به گفته زنان تجارت پیشه در بامیان صنایع دستی یکی از کارهای با درآمد مناسب برای خانواده است اگر مثلا خانم ها اینجا کار کنند یک درآمد داشته باشه هیچ کسی این کار را نمی کنه مثلا بره مواد مخدر یا مو کشت تریاک مشغول شه و ای یک صناع دستی یا ای یک درامتی را داشته باشه هیچ وقتی کار را نمی کنن. تولیدات صنایع دستی بامیان در سالهای گذشته رشتی خوبی داشته است. مسئولان محلی این ولایت هم میگویند برای پشتبانی از این بخش به دنبال ایجاد فرصت‌های بیشتر هستند. تقریبا در حدود شش محصه با ما تفاهم نامه دارد که در بخش حمایت از صنایع دستی، و حمایت از تولیدات داخلی بامیان کار میکنیم فعلا انجمن یک انجمن وجود داره در بخش صنایع دستی و تقریبا 14 شرکتی تولیدات صنایع دستی که بعد در مدت 5 ماه ما تشویقشان کردیم که جواز بگیرد. با باور آگاهان افزایش شغل و فرصت های کاری به گونه مستقیم در کاهش میزان اعتیاد کمک می کند. بر بنیاد آمارهای سابق از میان پنجا هزار در ولایت بامیان حدود دو هزار تنشان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. یعقوبی تلویزیون آشنا، صدای امریکا، بامیان.